كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. با سلسله دروسی تجوید تطبیقی درس گذشته ما از آیه 16 الی آیه 20 بود و درس امروزی ما از آیه 21 الی آیه 26 می باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن همزة محققة شوت از مخرج خود نون مشدد است با اندازه یک الف غنه می شود. إن جهنم ها شفاف واضح أدا شوت از مخرج خود كمخرج حرف ها أقصى الحلق مي وشا. جهنم نون هم مشدد است باندازه يك ألف غنه صورت ميگيره. جهنم كانت ك ألف مدس ألف ساكن ما قبل أن فتح مي وشا. كانت مرصا را مفخم ادا می شود. را ساکن ما قبلش کسره می باشد، اما چون بعد از حرف را حرف مستعلیه وجود دارد از این خاطر مفخم ادا می شود. وقتی که حرف را ساکن ما قبل آن کسره باشد در این صورت حرف را باریک تلفظ می شود، اما اگر بعد از حرف را حرف مستعلیه بود مفخم ادا می شود. همین قسم در کلمه مرصاده. ببینین بعد از حرف را حرف مستعلیه وجود دارد که حرف صاد است، در اینجا حرف را مفخم تلفظ میشه. میرو میرو صا صا الف هم مفخم، حرف صاد چون الف ساکن ما قبل آن حرف مفخم است الف هم مفخم میشه. میرو صاد لطا لام باریک لطا طا مفخم و طا استاد زبر داره، استاد زبر قای مقام الف مده میباشه. لطاغین یا ساکن ما قبل آن کسره یا مده للطاغين مآبا مآ همزة محققة دشا ما بنشا ما يا معابا بعين تبدل نشوت. مآ ألف ساكن ما قبل أن فتحة مباشا ألف مدة مآبا ومدع عوز كدو تنوين دو زبر حرة وقف بألف تبدل مشوت مدع عوز. لابثين لا لام باركة دمشا الله نشا لابثين لابثي يا ساكن ما قبل أن كسرة إن جهم يا مدس. لابثين ف نرم ضمشة أز نوكي زبان نوكي دندن هاي بالا. لابثين في يا ساكن ما قبل أن كسرة يا مدة فيها در إن جهم مدي منفصل قرار دارت چون مدي منفصل آن است كي حرف مد يك كلمة و سبب مد که همزه است در دیگه کلمه باشه. در اینجا ببینید حرف مد که الف است در یک کلمه است و همزه در کلمه دوم. پس در اینجا مد منفصل فیها اح حرف ح واضح از مخرج خود. فیها احقا احقا قاف مفخم احقا با با باریک. لا اینجا هم الف ساکن ما قبل آن فتحه مدی اصلی. لا باریک داش مفخم نشه که لا لا یذو واو ساکن مقابل آن پیش و بمده مدی اصلی. لا یذو یذوقون یذوقون نشود یذوقون یذوقو یذوقو هر دو واو مده است. یذوقون فی یا ساکن مقابل آن کسره در اینجا هم یای مده. فیها
بردورة مفخم را ساکن مقابل آن فتحه می باشه. وقتی که را ساکن باشه مقابل آن فتحه، در این وقت حرف را مفخم تلفظ میشه. نمیگیم که بر بردو بردو بردو. بعد از تنوین حرف واو آمده و حرف واو از حروف ادغام می باشه، از حروف یرملون. پس در اینجا ادغام صورت میگره همراه غنه بردو بردو. اما اگر وقف کنیم در این صورت مد عوض صورت میگره و ادغام نمیشود، مثلا برد. اما در حالت وصل ادغام برد. ولا الف مد ولا شراب، در اینجا هم را مفخم چون فتح داره. شراب شراب تنوین دو زبر حالت وقف با الف تبدیل میشود مد عوض. شراب الا الف مد و همچنان باریك الا نشا. الا حمی حمی نشا حمی یای مد حمی مو. بعد از تنوین حرف واو آمده در اینجا هم ادغام صورت میگره همراه غنه حمی مو. و غص غین مفخم و غص نشا و غص و غص قا غص الف مد قا مد عوض. جزاء بدی متصل چون حرف مد که الف است و سبب مد که همزه است در یک کلمه قرار دارد. جزاء او در اینجا هم بعد از تنوین حرف واو واقع شده ادغام صورت میگیره جزاء او وفا و باریک حرف ف باریک وفا وفا نشه وفا الف هم باریک وفا. قبلا هم گفته بودیم که اگر الف ساکن مقابل آن حرف مفخم باشه الف هم مفخم، اگر مقابل الف حرف باریک باشه الف هم باریک. وفا قا ببینید در قا چون الف ساکن مقابل آن حرف مفخم است که حرف قاف، الف هم مفخم. وفا قا وفا قا. و همچنان در کلمه قا در این کلمه مد عوض هم صورت میگیره که تنوین دو زبر در حالت وقف با الف تبدیل میشود وفاقا وفاقا. این بود درس امروزی ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.